درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 23 دسامبر 2023 میلادی برابر است با 2 دی ماه سال 1402 خورشیدی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از کسانی که خواستار تحریم انتخابات پیشرو در ایران شده اند گفت که برگزاری انتخابات جلوی دیکتاتوری و هرج و مرج و ناامنی در کشور را گرفته است. خامنه‌ای روز شنبه 2 دی ماه در یک دیدار عمومی به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت عده‌ای برای انتخابات در جمهوری اسلامی اشکال تراشی می‌کنند و می‌خواهند که مردم را دلسرد کنند. و افزود بعضی‌ها برای اینکه مردم را از انتخابات دلسرد کنند، مشکلات را جلوی چشم می‌آورند. اگر مشکلات وجود دارد، راه حل آن انتخابات است. اتفاقاً برای آنکه مشکلات برطرف شود، باید در انتخابات شرکت کرد. از سوی دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی در جلسه ای که 29 آذر ماه تشکیل شده اما محتوای آن روز شنبه 2 دی ماه منتشر شد گفت با دوستان زیادی گفتگو کردم تا در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کنند یا در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کنند. خیلی ها حاضر نشدند. تردید آنها این بود که نمیدانیم شورای نگهبان چه می کند و آیا مردم پای صندوق می آیند یا نه. او که خود را برای شرکت در مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده، در بخش دیگری از سخنان خود تایید کرده که راضی کردن مردم برای آمدن پای صندوق مشکل است و در ادامه خواستار تلاش برای مشارکت مردم شده است. روحانی در ادامه گفته است که شرایط باید طوری باشد افرادی که پای صندوق می‌آیند بتوانند حداقل به چند نفر رأی بدهند. و همچنین میزان آرای سفید انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 را کم سابقه خوانده است. عفو بین‌الملل با اشاره به تایید محکومیت حمید نوری در دادگاه سوئد اعلام کرد که احمد رضا جلالی پژوهشگر ایرانی سوئدی در معرض خطر اعدام تلافی جویانه قرار دارد. دیانه اتهابی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل به افزایش شدید اعدام‌ها در ایران از آبان ماه امسال اشاره کرد و گفت که شواهد فزاینده حاکی از آن است که مقامات جمهوری اسلامی تهدید می‌کنند حکم اعدام احمد رضا جلالی را به تلافی درخواست‌های برآورده نشده‌شان و با هدف ایجاد انحراف در مسیر عدالت در سوئد اجرا خواهند کرد. اتهابی اضافه کرده که بازی بی‌رحمانه با جان و زندگی احمد رضا جلالی بلافاصله بعد از آنکه دادگاه تجدید نظر در سوئد حکم حبس ابد حمید نوری مقام سابق زندان‌های ایران را به خاطر نقش او در کشتار زندانیان در سال 1367 تایید کرد، این نگرانی را تشدید می‌کند که مقامات جمهوری اسلامی احمد رضا جلالی را گروگان نگه داشتند تا سوئد را وادار به مبادله زندانی کنند. وی از جامعه جهانی و سوئد خواست فوراً از جمهوری اسلامی بخواهند هر گونه طرحی برای اعدام احمد رضا جلالی را متوقف کنند و او را فوراً آزاد کنند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ادامه اعتراضات ماه‌های گذشته خود روز شنبه 2 دی ماه در اهواز دست به برگزاری تجمع و اعتصاب زدند. اعتراض این کارگران به بسته شدن کارت 21 تن از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه بندی مشاغل است. بر اساس گزارش های منتشر شده، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بعد از اعتصاب از شرکت خارج شده و در فلکه بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر تجمع کردند. صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل خانواده مهسا ژینا امینی، شامگاه جمعه اول دی ماه بعد از بازگشت از فرانسه و به محض رسیدن به فرودگاه بین‌المللی تهران توسط نیروهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت. به گزارش سازمان حقوق بشری خانگاه، گذرنامه و تلفن همراه آقای نیکبخت و همچنین لوح جایزه ساخاروف که او از پارلمان اروپا دریافت کرده بود توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است. آقای نیکبخت روز 21 آذر ماه سال جاری به دلیل ممنوع خروجی خانواده مهسا امینی به نمایندگی از این خانواده در پارلمان اروپا حضور یافت و به همراه افسون نجفی، خواهر حدیث نجفی و مرسد شاهینکار از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات جایزه ساخاروف را که به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی تعلق گرفته بود دریافت کردند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روز شنبه دوم دی ماه با انتشار بیانیه‌ای اجرای احکام بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران را باعث تأسف خواند و خواهان خویشتنداری بیشتر دستگاه قضایی در برابر خبرنگاران شد. این بیانیه به قطعی شدن حکم زندان و اجرای احکام سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی و محکومیت سارا معصومی به زندان و ممنوع کاری اشاره کرد. سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی روزنامه نگارانی بودند که در جریان خیزش انقلابی بازداشت شدند. هر یک از این دو اوایل آبان ماه امسال به 3 سال و 7 ماه حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، 8 ماه حبس برای فعالیت تبلیغی علیه نظام، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال ممنوعیت عضویت در گروه ها محکوم شدند. روز 29 آذر ماه نیز وکیل پرونده سارا معصومی از محکومیت موکلش به 6 ماه حبس و 2 سال ممنوعیت از فعالیت خبرنگاری خبر داد و یادآور شد که شعبه 26 دادگاه انقلاب مصداق عنوان اتهامی او را گزارش ضابطان و نشر یک توییت درباره آرمیتا گرامان اعلام کرده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز جمعه 1 دی ماه پایان محکومیت 6 ماه نماز اجباری جمعه برای محمد صفوی را اعلام کرد. به گزارش این شورا، آقای صفوی معلم بازنشسته معترض از سوی دادگاه انقلاب به 6 ماه حضور اجباری در نماز جمعه شهرستان بوئین‌زهرا محکوم شده بود. در این خبر به جزئیات حکم و دلیل صدور آن اشاره‌ای نشده است. محمد میرزا بیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است که رفتار مسئولان باعث شده که بالغ بر 10,000 نفر از نابترین پرستاران ما ترک شغل و مهاجرت از کشور را در پیش بگیرند. میرزا بیگی از حقوق و معیشت، تحصیلات آکادمیک و استقلال حرفه‌ای پرستاران و کارکنان سلامت به عنوان بمب‌های ویران کننده در برنامه 7 توسعه نام برد و تاکید کرد که خنثی‌سازی این بمب‌ها با پیگیری پرداخت فوق‌العاده خاص، استخدام نیروهای طرحی و تمدید طرحی کرونا و اجرای قانونی و درست قانون تعرفه گذاری امکان پذیر است. رادیو رشمن در لحظه توجه شما را به پایم‌های بازار می‌کشد. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس،
818-377-3071 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. شورای امنیت سازمان ملل بعد از روزها بحث سرانجام روز جمعه به قطعنامه‌ای در مورد وضعیت نوار غزه رأی داد و از طرفین درگیر در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس خواست تا امکان ارسال امن و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه را به این باریکه فراهم کنند. این قطعنامه با رأی مثبت 13 عضو شورای امنیت به تصویب رسید. روسیه و آمریکا به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. در قطعنامه شورای امنیت همچنین از طرفای درگیر خواسته شده تا زمینه برای تعلیق پایدار مخاصمه ها را فراهم کنند، اما خواستار پایان درگیری ها نشد. با این حال لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم ایالات متحده آمریکا، این قطعنامه را یک گام بزرگ رو به جلو توصیف کرد. گلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، از اینکه قطعنامه فاقد محکوم کردن بند قتل عام مردم اسرائیل به دست حماس در حمله روز 15 مهر این گروه افراطی است، ابراز نومیدی شدید کرد. او گفت سکوت شورای امنیت در قبال کشتار مردم کشورش در روز 15 مهر ما عمیقا ناامید کننده است و تاکید دوباره بر بی‌ربط بودن سازمان ملل است. گروه افراطی حماس که از توی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته شده، در واکنش به تصویب قطعنامه شورای امنیت در روز جمعه اول دی ماه در خصوص افزایش کمک‌های بشردوستانه به ساکنین غزه، آن را گام ناکافی نامید و افزود که مفاد قطعنامه با ملزومات شرایط فاجعه بار کانونی در غزه سازگاری ندارد. حماس با این ادعا که آمریکا با اقدامات خود قطعنامه را از محتوا خالی کرد، از اینکه قطعنامه فاقد بند درخواست برای توقف جنگ است، انتقاد کرد و آن را برخلاف خواست جامعه جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل که خواهان توقف تجاوزات است توصیف کرد. در خبر دیگر، مقامات امداد و نجات در غزه که تحت نظارت گروه افراطی حماس قرار دارند اعلام کردند که یکی از حملات هوایی اسرائیل در روز جمعه اول دی ماه 76 عضو یک طایفه را در بخش جنوبی این باریکه کشته است. دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه هشدار داده بود که هیچ نقطه‌ای در غزه دیگر امن نیست و ادامه حملات اسرائیلی موانع عظیمی ایجاد می‌کند. رسانه‌های اسرائیل بامداد شنبه دوم دی ماه گزارش دادند که ارتش این کشور روستای کفرکلا در جنوب لبنان را هدف آتشباری قرار داده است. همزمان رسانه‌های وابسته به حزب الله در لبنان روز شنبه گزارش دادند که ارتش اسرائیل دو خانه را در کفرکلا و شهرک یارون در جنوب لبنان هدف قرار داد. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این دو حمله منتشر نشده است. دو آژانس دریایی خبر دادند که یک فروند کشتی تجاری روز شنبه دوم دی ماه در آب‌های دریای عمان واقع در سواحل هند در نزدیکی بخش گجراتان کشور هدف حمله یک پهپاد قرار گرفته و آسیب دیده است. به گزارش شرکت عملیات تجارت دریایی بریتانیا و شرکت امنیت دریایی آمبری، حمله پهپادی آتش سوزی در کشتی را در پی آورده، اما تا به حال آسیب جانی به خدمه آن اعلام نشده است. خبرگزاری فرانسه پیش از آن گزارش داد که حریق ایجاد شده در نفتکش دریایی مرتبط با اسرائیل که حامل مواد شیمیایی بود و زیر پرچم لیبریا از نزدیکی ساحل هند عبور می‌کرد، با یاری خدمه آن خاموش شد. آدیان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی عمیقاً در طراحی حمله‌ها علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ نقش داشته و اطلاعات استخباراتی آن برای کمک به شبه نظامیان حوثی جهت حمله به کشتی‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. این بیانیه با تاکید بر اینکه رسیدگی به این چالش به اقدام جمعی کشورهای جهان نیاز دارد، گفت که آمریکا باور ندارد که
جمهوری اسلامی در تلاش باشد تا حوثی‌ها را از این اقدامات منصرف کند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا همچنین در گفتگو با CNN گفت ایران این انتخاب را دارد که حمایتش را متوقف کند یا ادامه بدهد. بدون حمایت جمهوری اسلامی حوثی‌ها برای ردیابی کشتی‌ها در دریای سرخ و دریای عمان با مشکل مواجه می‌شوند. واستون گفت اطلاعات آمریکا که از حالت محرمانه خارج شده نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به حوثی‌ها سیستم‌های نظارتی ارائه کرده که به آنها در دریا امکان فعالیت نظامی می‌دهد. وی افزود اطلاعات تاکتیکی که ایران به حوثی‌ها داده در قادر کردن حوثی‌ها به انجام حملاتی که از ماه نوامبر در دریای سرخ شروع شده نقشه حیاتی داشته است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا خاطر نشان کرد که موشک‌ها و پهپادهایی نیز که حوثی‌ها در حمله‌هایشان استفاده می‌کنند از سوی جمهوری اسلامی ارائه شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اول دی ماه هزاران شهروند کشورش را که به دلیل استفاده و نگهداری از ماده مخدر ماریجوانا در دادگاه‌های آمریکایی محکوم شده بودند عفو کرد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که جو بایدن محکومان در این ارتباط ها که در دادگاه‌های فدرال محکوم شده اند عفو کرده است. جو بایدن گفت زندگی‌های بسیاری با روی کرده شکست خورده ما در قبال ماریجوانا واژگون شده و زمان آن فرا رسیده که این اشتباهات را اصلاح کنیم. وی افزود که سوابق کیفری این افراد بر سر راه اشتغال، مسکن و ارائه فرصت‌های آموزشی به آنها موانعی ایجاد کرده که لازم نبوده است. جو بایدن از فرمانداران و مقامات ایالات خواست که اقدامات لازم را برای پاک کردن سابقه محکومیت افراد در ارتباط با ماریجوانا بردارند. برای نخستین بار در بیش از 3.5 سال گذشته قیمت‌ها در آمریکا در ماه نوامبر کاهش یافت و نرخ تورم 12 ماهه را به کمتر از 3% رساند. اتفاقی که انتظارات بازار مالی را برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در ماه مارس 2024 تقویت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش روز جمعه وزارت بازرگانی ایالات متحده نرخ تورم بر اساس شاخص هزینه‌های مصرفی شخصی در ماه گذشته میلادی 0.1% کاهش داشت که نخستین کاهش از اپریل سال 2020 به این سو محسوب می‌شود. کمیسیون انتخاباتی روسیه ضمن رد درخواست نامزدی یکاترینا دونسووا به وجود اشتباهاتی در اسناد ارائه شده توسط این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی صلح طلب هنگام ثبت نام اشاره کرده است. خانم دونسوا که از حدود 2 سال پیش کنشگری برای دموکراسی در کشورش و نیز تلاش برای پایان جنگ در اوکراین را آغاز کرده، روز پنجشنبه گذشته رسما مدارک لازم برای ثبت درخواست نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را به کمیسیون مرکزی انتخابات در مسکو ارائه کرده بود. این درخواست اکنون رد شده است. بلندگان عشمان بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. ویست ساید میدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی.
داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. پزشکان و محققان دانشگاه کالج لندن جلیقه جدیدی ساختند که میتواند به طور بالقوه برای شناسایی افرادی که در معرض خطر مرگ ناگهانی قلبی هستند مورد استفاده قرار بگیرد. بر اساس گزارش سرویس بهداشت ملی بریتانیا، حدود 2 میلیون تن در بریتانیا مشکلاتی در سیستم الکتریکی قلب خود دارند. اسکن‌های MRI می‌توانند تصویر واضحی از ساختار و عملکرد عضله قلب به پزشکان ارائه بدهند، اما نمی‌توانند نقشه‌های الکتریکی قلب را ترسیم کنند. ضمن اینکه معاینه الکتروکاردیوگرام معمولاً که از الکترودهای فلزی و ژل استفاده می‌کند، دست و پاگیر و پرهزینه است. پزشکان می‌گویند که این فناوری برای اولین بار به ما این امکان را می‌دهد که اطلاعات دقیق الکتریکی قلب را جمع‌آوری کنیم و آنها را بر روی ساختار و عملکرد به روش ایمن ترسیم کنیم. استفاده از جلیقه ECGI، جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی، آسان است و هزینه زیادی ندارد. این دستگاه از 256 حسگر استفاده می‌کند و تنها در عرض 5 دقیقه حجم زیادی از اطلاعات الکتریکی را به پزشکان ارائه می‌دهد. سازمان جهانی بهداشت از افزایش بیش از 50% ابتلا به کرونا در جهان در یک دوره یک ماهه در پایان سال 2023 در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته خبر داده است. بر اساس گزارش این سازمان که روز جمعه منتشر شد، تعداد موارد تازه ابتلا به کرونا تا یک دوره 28 روزه از 20 نوامبر تا 17 دسامبر 52% افزایش یافته است. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، در این بازه زمانی تعداد موارد جدید ابتلا به این بیماری 850 هزار تن در مقایسه با سال گذشته بیشتر، اما آمار مرگ و میر 8% کمتر و بیش از 3 هزار تن بوده است. سازمان جهانی بهداشت اوجگیری دوباره کرونا و شیوع گسترده آن را در هفته‌های اخیر به دلیل یک گونه فرعی به نام BA.2.86 آمیکرون که از زیرشاخه‌های BA.2.86 است اعلام کرده است. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهراتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.